با گذشت بیشتر از 8 ماه از سقوط کندز به دست طالبان، این شهر هنوز به حالت پیشینش برنگشته است. مردم هنوز هراسان هستند و بسیاری هم در این مدت جرأت نکردند که به خانه هایشان برگردند. خانه خلا داری که وزده که بارون گوره از بیا سالیخ نفره که تک کردی، سو نفره که تک کردی. شانه جنگی میشد، مردم تشده نمیتاند، لیکن فعلا که میبینی مردم، وانه کسی را نمیبینی، نیست. با چنین تدابیر امنیتی باید در اطراف شهر کندز گشت و گذار کرد. مقامات امنیتی به ما هشدار دادند که به تنهایی نمی‌شود از دروازه‌های شهر بیرون رفت. فاصله بین نیروهای دولتی و طالبان همین خانه‌های اطراف جاده هستند. تنها یک روز پیشتر مخالفان مسلح دولت به جاده ریختند و سرنشینان یک موتر مسافربری را پیاده کرده از امی را به داخل روستا بردند. هرچند بسیاری از این سرنشینان در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی نجات داده شدند، اما شماری از آنان هنوز هم در بند مخالفان هستند. امروز که یک روز از این رویداد میگذرد، شاهراه در کنترل کامل نیروهای امنیتی قرار دارد. اما براستی میشود که به مشکلی که در این روستاها وجود دارد از راه جابجا شدن در جاده ها به او پرداخته شود. منابع معتبر میگویند که مکنون در حدود 4000 جنگجوی طالب در کندز حضور دارند و این افراد در عملیات‌های بزرگشان از سوی 1500 جنگجوی دیگر در ولایت‌های سمنگان، بغلان و تخار پشتیبانی می‌شوند. 180 موتر رنجر، 54 تانک آموی و هزاران جنگ افزار سبک و سنگین تجهیزات هستند که طالبان کندز در اختیار دارند، چیزهایی که در حمله پارسالشان بر کندز به دست آوردند. دشت ارچی، قلعه زال و چهاردره ولسوالی هستند که طالبان این تجهیزاتشان را در آنها نگهداری می کنند. در مقابل، نیروهای دولتی با نزدیک به 3000 ارتشی، 2000 پلیس ملی و 1000 پلیس محلی تجهیزات اندکی دارند و به گفته مقام‌های محلی، به جای تجهیزات سنگین که در سقوط کندز به دست طالبان افتاد، تا اکنون یک واسطه و یا جنگ افزار هم به نیروهای امنیتی در این ولایت داده نشده است. قوتی که ما داریم به خاطر تامین امنیت منطقوی بسیارش مصروف است. برای قوتای عملیاتی من بسیار محدود و کم باقی مانده. تمام قطعات ما در دولت دفاعی است، بلی انشاءالله قریب آغازده خوبی رو شاید برای بندازیم به ارتباطی که تمام جزوت ما در طرف بیان. یافته های ما نشان می دهند که در هفته های اخیر پشتیبانی نیروهای خارجی از نظامیان دولتی در کندز هم کمتر شده است و پس از کشته شدن ملا اختر محمد منصور، عملیات هواپیماهای بی سرنشین هم در این ولایت به گونه کامل متوقف شدند. در این میان خود کندزیان از هر راه برای دور ساختن این نابسامانی ها می کشند، هرچند چالش های بسیاری را هم فرارا دارند. 2000 تشکیل پلیس محلی را پیشنهاد کردیم و 6 ولسوالی را پیشنهاد کردیم. 4 حوزه امنیتی داخل شهر مرکز کندز که 8 ناحیه است، 8 حوزه امنیتی باید به خاطر تامین امنیت کار بکنه. اندکترین تکانی را که در گوشه که اگر یک شاخه برق باشه، ای تفکر میکنیم شاید همین لحظه یک کسی حمله بکنه. پس به این قسم بیا به این سیستم روحی ما بیرون میبراییم. اختاش، کلبات و گلتیپه همان 3 ولسوالی هستند که به تازگی بر 6 واحد اداری پیشین کندز افزوده شدند. اما این 3 واحد تازه نیز در حال حاضر از حاکمیت کامل دولتی بیرون هستند. بیشتر کسانی که در انگام تهیه این گزارش با آنان دیدم بدین باورند که فعال شدن بیدرنگ فرقه ارتش در کندز که پیشتر مقامهای دولت آن را وعده سپرده بودند، تجهیز کامل نظامیان کشور در این ولایت و نیز دور ساختن فاصله‌ای که میان مردم و دولت از سالها پیش در این بخش شمال وجود داشته است، از نیازهای جدی استند که تنها با پرداختن به آنها می شود جلو برگشت کندز را به 8 ماه پیش گرفت. در حالی که آگاهان هشدار می دهند که طالبان نسبت به سال پار در موقعیت بهتری قرار دارند و برخی از نیروهای امنیتی در ولایت کندز نیز تایید می کنند که نمی شود طالبان امروز را با طالبان سال پار مقایسه کرد.